بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. تا نگرید کود دکه حلوا فروش، دیگ بخشایش نمی آید به جوش. گریه کن تا سجدگاهت گل شود، تا که نوری در دلت حاصل شود. برادران و خواهران گرانقدر، بینندگان عزیز و محترم، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. تا به امشب با دوستان در مورد زیبایی های حماسه عاشورا و درس هایی که از این زیبایی ها ما می توانیم عایدمون بشه صحبت کردیم. اینجا ممکنه یک سوالی پیش بیاد و اون این باشه که خب با همه این زیبایی هایی که این حماسه عاشورا در بر داشته، با همه این نمایش های زیبایی که ما در روز عاشورا و در روزهای قبلش از امام حسین و یارانش میبینیم، چرا امروز به حال این بزرگواران گریه میکنیم؟ چرا عزادارشون هستیم؟ و خب این طرز فکر رو امروز یک عده‌ای دارن در سطح جامعه ترویج میدن و گاهن یا از روی ناآگاهی دارن این کار رو میکنن یا اینکه قصد و غرضی تو کار هست. ببینید دوستان، اولا راجع به خود گریه اگه با هم صحبت کنیم، گریه یک حالت و یک کار بیهوده‌ای به ذات نیست. گریه بیان یک احساسه، مثل همه احساسات دیگه‌ای که انسان‌ها دارن و اون رو با زبان و با کلمات بیان می‌کنن. گریه و خنده هم بیان احساسه، منتها با لغت نیست، با نشان دادن یک سری حرکاته. البته خب اگر انسان گریه بدون احساس و خنده بدون احساس انجام بده، که این یه کار غیر عقلایی است و کسانی که بی خودی میخندن یا بی خودی گریه میکنن رو، اینها رو انسانهای عاقل دیوانه محسوب میکنن. ولی گریه کردن برای نشان دادن یک احساس یه کار کاملا عقلایی است. هم خداوند در قرآن این امر رو ستوده و هم ائمه اطهار. حالا مثالاش رو من اینجا نوشتم خدمت شما عرض میکنم. خداوند در سوره مبارکه بقره آیه شماره 74 میفرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس دلهای شما چون سنگ سخت و بلکه سخت‌تر از آن شده است. به عده از مردم خداوند اشاره می‌کنند و می‌فرمایند دل‌های شما سخت شده، حتی از سنگ‌ها هم سخت‌تر شده. همانا
از سنگ ها جوی ها روان می شود. دل سنگ رو می شکافید می بینید آب می زنه بیرون، و آنگاه که آن را می شکافند از آن آب بیرون می آید. یعنی از شما حتی اشک هم بیرون نمیاد، از سنگ ها هم سخت‌تر شده. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه شماره 98 می فرماین سوء تدبیر بنی امیه کاری می کنه که مردم دو دسته می شوند و هر دو دسته می گریند. یعنی گریه یک حالت عقلایی است. یکی برای دینشان می گرید و یکی برای دنیایش. بعد در خطبه شماره 116 اون حضرت می فرماین و اگر شما هم مانند من از آنچه بر شما پنهان است خبر داشتید. دوستان نظرشون هست که با هم صحبت کردیم که در روز عاشورا حضرت علی اکبر تصمیم داشت از اونچه که بر مردم پنهان است دشمن رو باخبر کنه، و امام حسین بوسه بر لبهاش زد. هر که را اسرار حق آموختن مهر کندند و دهانش دوختن. به اینها اجازه داده نشده که بگن. می فرماید اگر شما همانند من از آنچه بر شما پنهان است خبر داشتید، همانا از خانه هایتان بیرون می آمدید و سر بر بیابان ها می گذاشتید و بر اعمال خود می گریستید. یعنی از گریه به عنوان یک عمل خوب حضرت یاد میکنه، میگه بر اعمال خود، یعنی از ناراحتی کارهای زشتی که کرده بودید پشیمان میشدید و برای ابراز این پشیمانی گریه میکردید. میفرماید دلی خواهم کزان درد خیزد، بسوزد، عشق ورزد، عشق ریزد. دلی که سخت شده باشه، بله، شما از تراژدی عاشورا که بگید هیچ اثری در قلبش ایجاد نمیشه، ولی دلهای نرم، دلهایی که هنوز خدایی هستن، فوری متاثر میشن. شما اگر ببینید که یک شخص یک بچه‌ای رو دارن در خیابان کتک میزنن چقدر متاثر میشی؟ حالا اگر نتوانید کاری بکنید این تأثیرتون از اشک چشماتون جاری میکنه. حالا اگر این بچه رو بشناسید، مثلا بدانید که این پسر بسیار خوبی است و فرزند یکی از رفقای شماست، خیلی بیشتر متأثر میشید. مگه میشه انسان امام حسین و یارانش رو بشناسه و ببینه اینقدر مورد ظلم و ستم قرار میگیرن و بعد قلبش به درد نیاد؟ این باید انسان نباشه. این انتونی برا یک کشیش مسیحی بود، وقتی داستان امام حسین رو شنید گفت اگر ما در مسیحیت شخصی مثل امام حسین داشتیم، در سر هر کوچه یک به اصطلاح ایستگاهی درست میکردیم و مردم رو به اسم امام حسین به مسیحیت میخواندیم. یعنی مردم متاثر میشن وقتی که این داستان رو میشنوند. پس اینکه گفته میشه چرا ما گریه میکنیم بر امام حسین، این کاملا اشتباه، یک صحبت کاملا غلطی است که داره رواج پیدا میکنه. اصلا دوستان در طول سالها، در این سالهایی که خب انسانها از نظر علمی، از نظر آگاهی سطح بالاتری از اونی که امروز هست نداشتن، همین گریه ها و احساسات و ابراز همدردی با امام حسین بود که عاشورا رو همینجوری زنده نگه داشت در طول سالها. مردم وقتی که اون ظلم و ضرب و جرحی که به امام حسین و یارانش میشد رو براشون میگفتن، قلبشون به درد میامد و نمیتوانستن که حزن خودشون رو نشان ندن. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خب برمیگردیم سوره مائده آیه شماره 83. خداوند میفرماید هر زمان که آیات ما بر پیامبر نازل شد و مردم آن را شنیدند، شما می دیدید افرادی که چشمهایشان از اشک لبریز می شد.
یعنی با شنیدن پیام خداوند انقدر اینها متأثر می شدن که اشک از چشماشون لبریز می شد، یعنی احساسات خودشون رو نشان می دادن. پس می بینید که در قرآن خداوند از این به عنوان یک پدیده مقدس یاد کرده، از گریه، به خاطر آن که آنچه را از حق دریافت کرده بودند قبول می کردن و می گفتن پروردگارا ایمان آوردیم و ما را در زمره شاهدان خود بنویس. و خیلی از احادیث و روایات داریم که پیامبر هم وقتی که نزول وحی بر ایشان میشد، ایشان اشکاش سرازیر میشد و گریه میکرد، حالتش منقلب میشد. گریه یک پدیده بسیار لطیف و زیباست. باز در سوره مبارکه توبه آیه شماره 92 خداوند می‌فرماید پروایی نیست بر آنانی که به سوی تو می‌آیند تا مر مرکب سوارشان کنی، و ولی به آنها می‌گویی که مرکب و امکان لازم را نداری، آنان برمی‌گردند. آخه یه عده بودن اینا وقتی که فقیر بودن، از یاران حضرت پیغمبر بودن، دوست داشتن این حضرت رو توی جنگ‌ها و توی مدافعات خودشون یاری کنن، ولی چیزی نداشتن، نه اسبی داشتن، نه شتری داشتن، نه وسیله. می آمدن می گفتن اگر شتری، اسبی، چیزی هست، ما حاضریم، ما آماده هستیم که در رکاب شما بجنگیم. پیامبر نداشتن وسیله. خب مسلمانان در ابتدای هجرت بودند و وسایل کافی نداشتن، اینها رو بر می گرداندن. بعد خداوند در قرآن آیه نازل می کنن، میگن وقتی که آنها رو بر می گردانی می بینی که دیدگانشان اشکبارند. چرا؟ از اینکه چیزی اندوهگینن، از اینکه چیزی برای انفاق در راه خدا ندارن. یعنی خداوند این همین عشق رو قبول کرده به عنوان به صلاح هدیه اونها به خداوند. بعد در سوره مبارکه اسراء آیه 109 خداوند می‌فرماید آنها به زمین می‌افتند و عشق می‌ریزند و هر آن خشوعشان افزون می‌شود. یعنی وقتی آیات خدا رو میشنون به سجده میفتن، عشق میریزن و بر خضوعشان، بر اون خشوعشان، بر اون هیبتی که خداوند داره نسبت به اینها افزوده میشه. و بعد هم آیات زیاد داریم. سوره مبارکه مریم آیه شماره 58 خداوند میفرماید هرگاه آیات خداوند بر آنها خوانده میشود گریان به سجده میفتن. یعنی گریه را به خداوند منتقلش میکنه به سجده افتادن. گریه یک دوستان قدر این اشکاتون رو که برای امام حسین میریزید بدانید. نمیدانید چه فضیلتی در این اشکا هست. علمای بزرگ شیعه گفتن که در وصیت‌نامه هاشون نوشتن که وقتی که ما رو به خاک میسپارید، این دستمالی که ما در روضه های امام حسین گریه کردیم و اشکامون رو با اون پاک کردیم، این رو همراه ما در قبر بگذاری. یعنی اینقدر این اشک ها برای امام حسین و یارانش مقدس. اینا علمایی بودن که مراجع تقلید بودن، یعنی مردم اونها رو به عنوان مرجع خودشون میشناختن و اینها در وصیت نامه، چون میدونید انسان در وصیت نامش که نمیاد یه چیزای خیلی پیش پا افتاده رو بنویسه، چیزای اساسی رو مینویسه. پس خنده و گریه آگاهانه کردن هزار معنی داره و هرچه انسان معرفتش به امام حسین و یارانش، آگاهیش از این بزرگواران بیشتر باشه، گریه‌ای که میکنه ارزش بیشتری داره. هرچی که انسان این بزرگواران رو بیشتر بشناسه، معرفت بیشتری نسبت به اونها و اهدافشون داشته باشه، گریه‌ای که میکنن ارزش بیشتری نزد خدا داره. این داستان رو شنیدید. یک نفری از هله میگذشت، میخواست بره به زیارت امام حسین. یک کشاورزی رو اونجا دید، گفت کجا داری میری؟ گفت دارم میرم به زیارت امام حسین. ایشان شروع کرد به مسخره کردن اون کشاورز، این شخصی رو که ظاهر بود.
این شخص گفت من میرم شکایتت رو به آقام میکنم و به امام حسین میکنم. گفت باشه اتفاقا برو بکن، دوست دارم ببینم چه اتفاقی برای من میفته. این شخص رفت به زیارت و خدمت امام حسین که رسید این داستان رو هم گفت. گفت یه همچین اتفاقی برای من افتاده، قلبم شکسته که یه نفر شما رو اینجوری به اصطلاح مسخره کرده، حالا اگر به قول به زبان عامیانه بگی. بعد از اینکه از سفر از زیارت برمیگشت، دوباره برخورد به همون کشاورز. بعد اون کشاورز دوباره خندید، گفت که چی شد؟ گفتی به آقات؟ چرا اتفاقی برای من نیفتاد؟ اون زائر گفت اتفاقا گفتم. گفت دیدی پس حرفایی که میزنید شماها درست نیست، دیدید اتفاقی نیفتاد؟ گفت میدنی چرا اتفاقی نیفتاد؟ چون همون شب که گفتم آقام امام حسین رو در خواب دیدم. گفت ناراحت نباش از دستمون. اون شخص یه روزی در لب شط فرات نشسته بود، این آب روان رو میدید که از توی شط میگذره. تو دلش گفت این کسانی که امام حسین رو یارانش رو شهید کردن چقدر بی‌معرفت بودن، این همه آب یک جرعه به اونها ندادن. و این حالتش رو منقلب کرد، یک قطره اشک از چشمانش آمد. من به خاطر همون یک قطره اشک از تو میخوام که این رو ببخشی. دوستان این اشک ها خیلی قیمت داره. حضرت امام صادق می فرمایند، دعا می کنند در حق کسایی که گریه می کنند برای امام حسین. زائر امام حسین هستن، امام حسین رو دوست دارن، همه زندگیشون رو می زارن که برن زیارت امام حسین که با امام حسین مجدد و مجدد بیعت کنن. امام صادق می فرمایند پروردگارا، دیدگانی که به مهر ما گریان می شوند، که از محبتی که نسبت به ما دارن گریه به گریه می افتن، دلهایی که برای ما بیتاب می شود و می سوزد، فریادهایی که برای ماست و چهرهایی که آفتاب رنگشان را دگرگون کرده و گونه هایی که بر ذریح ابا عبدالله الحسین نهاده می شود، همه و همه را مشمول رحمت خود قرار بده. این دعایی است که امام صادق در حق شما عزیزان فرمودند. و مگه میشه دعای یک همچین بزرگواری، یک همچین امام معصومی رو خداوند استجاب نکنه؟ در نتیجه دوستان باید خیلی قدر خودمون رو بدانیم. این گریه ها، این عشق هایی که شما در این مدت، در این چند روز گذشته و در چند روز آینده برای امام حسین و یارانش میکنید خیلی ارزش داره، قدرش رو بدانید. میفرماید دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. میگه شما بیا بقیهش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. شما اگر راه رو گم کردی اب نداره، شما بیایید به درگاه امام حسین، ما راه براتون پیدا میکنیم، چون ما راه خودمون پیدا کردیم، به شما نشان میدیم. به یفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور قطره‌های اخلاص دریا کردنش با من. میگه شما نگران نباش که فقط مثلا همین ایام محرم و سفر رو گریه میکنید، بقیهش با من، همین کافیه. اگر درها به رویت بسته شد دل بر مکن، بازا در این خانه دقل باب کن، واو کردنش با من. شما برید در بزنید، شک نکنید اینها باز میکنن، در رو حتما باز میکنن. ما
گر گدا تنبل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما مقصر خودمون هستیم. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع و منها کردنش با من. میگه شما بشین حساب کتاب خودت رو بکن، ببین چه کارهای خوبی کردی چه کارهای بدی کردی، من برگشت به عهده من. چو خوردی روزی امروز ما شکر نعمت کن، غم فردا مخور تأمین فردا کردنش با من. خدا میفرماید شما نون امروز رو بخورید، نعمت امروز رو بخورید، غم فردا نخورید. یک شخصی حضرت علی علیه السلام بهش رسید، گفت ما یه مقداری کمک برای مسجد لازم داریم، شما در حد امکان کمک کنید. ایشان گفت والا من میدانید که بچه هام تمه دخترا دمه بختن، پسرا فعلا مشغول کار نیستن، اینها من توانایی فعلا دارم ولی باید برای اینها ارزم به حضور شما که ذخیره کنم. حضرت فرمودن که آیا بچه های تو با خدا هستن یا نیستن؟ اون شخص فرمود که اتفاقا بسیار با خدا هستن. حضرت فرمود که اگه با خدا هستن پس چرا توکل به خدا نمی کنی؟ بذار غم اونا رو خدا بخوره، شما کار خودت رو انجام بده. چو خوردی روزی امروز ما شکر نعمت کن، غم فردا مخور تأمین فردا کردنش با من. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه ها تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومیده از رحمت. میدونید از رحمت خدا اگر کسی مأیوس بشه خودش بزرگترین گناهه. اگر عمری گناه کردی مشو نومیده از رحمت، تو نامه توبه را بنویس امضا کردنش با من. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.